سلام، امیدواریم که حالت خوب باشه. مرسی از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. امروز داستان کوتاهی به اسم شب‌آواز از آقای ایزاک آزیموف رو براتون میخونیم. ترجمه این کتاب هم با آقای مهدی مرعشی بوده. لطف میکنید از اینکه ما رو دارید میبینید، لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش هم بزنید و لطف کنید ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی کنید. حتما اگر انتقادی یا پیشنهادی هست برای ما در قالب کامنت لطفا بنویسید. بریم داستانی از نویسنده بزرگ آقای ایزاک آزیموف به اسم شب‌آواز رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم. داستان شب‌آواز، نوشته ایزاک آزیموف. همان جوری که گاه گداری اتفاق می افتد، رفیقی دارم که بعضی وقتها از زبانش می پرد که می تواند ارواح را از نهایت اعماق احضار کند، یا حداقل یک روح را، یک روح کوچک که نیروهای کاملا محدود دارد. گاهی درباره‌اش حرف می‌زند، ولی فقط وقتی که به لیوان چهارم اسکاچ با سودایش می‌رسد. اینجا تعادل ظریفی هست. سر لیوان سوم هیچ چیز از ارواح، البته از نوع ماورا و طبیعیش نمی‌داند، و با پنجمی خوابش می‌برد. آن شب فکر کردم که الان دیگر مقدارش میزان شده است. به همین خاطر گفتم مشروب به ارواح. هی جورج، اونی رو که مال تو بود یادت میاد؟ گفت جوری به مشروب نگاه میکرد انگار برایش عجیب بود که باید همچین چیزی را به خاطر بیاورد. گفتم مشروب رو نمیگم، اون روحه رو میگم، همون ریزهه که قدش تقریبا 2 سانت بود، همون که گفتی از نمیدونم کجای عالم وجود احضارش کردی، همون که نیروهای فوق طبیعی داشت. جورج گفت آها، عزازل، البته اسمش این نبود، فکر نکنم بتونم اسم واقعیشو تلفظ کنم، ولی با همین اسم صداش میکنم. آره یادمه. خیلی ازش استفاده میکنی نه؟ گفت نه، خطرناکه، خیلی خطرناکه، همیشه وسوسه میشم که با نیروهاش بازی کنم. من خودم مواظبم، حسابی حواسم جمعه. خودت هم میدونی من خیلی به اخلاق پابندم. فکر کنم سر همین هم یه بار برای اینکه به یه دوستی کمکی کنم احضارش کردم. عجب خرابکاری شد، افتضاح شد، فکرشم نمیتونم تحمل کنم. چی شد مگه؟ در حالی که با خودش فکر میکرد گفت گمونم دیگه باید از سینه بریزمش بیرون، دیگه داره اون تو میگنده. اون موقع خیلی جوانتر بودم. توی جوونی ها دخترها نقش مهمی توی زندگی آدم دارن. الان که بهش فکر میکنم ابلهانه به نظر میاد، ولی خوب یادمه که برای ما خیلی فرق میکرد با کدوم یکی از دخترها باشی. در واقع تو دستتو میکنی توی کیسه، هرچی در اومد خودشه، فرق چندانی هم نمیکنه. ولی اون روزها یک رفیقی داشتم، اسمش مورتنسون بود، اندرو مورتنسون. فکر نکنم بشناسیش، این سالهای آخری خودم هم خبر چندانی ازش نداشتم. داستان از این قراره که اندرو تو کف یه دختره بود، یه دختر استثنایی، خودش میگفت دختر فرشته است، نمیتونست بدون اون زندگی کنه. دختره توی همه گیتی تک بود و بدون اون دنیا تکه هایی ریز ریز شده یه بیکن بود که کرده باشن توی گریس. میدونی خودت از همین حرفایی که عاشقها میزنن. مشکل اینجا بود که آخرش دختره جوابش کرد و ظاهرن همچین یک جورایی ناجوری هم جوابش کرده بود. هیچ اهمیتی هم نداده بود به احترامی که اندرو برای خودش قائل بود. حسابی تغییرش کرده بود، زیر دماغش بشکن زده بود، به اشکاش هم با بی احساسی خندیده بود. منظورم این نیست که کلمه به کلمه همه این کارها رو کرده بود، نه، میخوام احساسی رو که اون به من منتقل کرد شرح بدم. نشست اینجا پیش من، مشروب خوردن اینجا توی همین اتاق. دلم براش سوخت، بهش گفتم متاسفم مورتنسون، ولی تو نباید با خودت اینجوری کنی. اگه وایسی درست فکر کنی میبینی که اون فقط یه دختر بوده. نگاه کنی توی خیابون یه عالمه ازشون دارن رد میشن. به تلخی گفت داداشون، اصلا از این به بعد دیگه نمیخوام توی زندگیم هیچ زنی باشه، البته به جز زنم که همین امروز و فرداست که گیرش بیفتم. مسئله فقط اینه که دلم میخواد این کارهاش رو جبران کنم. گفتم کارهای زنت؟ گفت نه بابا، چرا باید بخوام کاری با زنم بکنم؟ میگم میخوام کاری برای این دختری که اینجور بی احساس منو دک کرده بکنم. گفتم مثلا چه کاری؟ گفت مرده شورش رو ببرن. نمیدونم، چون هنوز دلم براش میسوخ بهش گفتم شاید کاری از من بر بیاد، من میتونم از یک روح که قدرت‌های خارق‌العاده‌ای داره استفاده کنم.
البته یک روح کوچولو. انگشت شست و اشاره هم را حدود 2 سانت باز کردم تا مطمئن بشم منظورم رو فهمیده که میتونه خیلی کارها بکنه. راجع به عزازل باهاش صحبت کردم. البته اون هم حرف من رو باور کرد. معمولا دیدم که وقتی قصه ای تعریف میکنم اعتقاد عجیبی همراهمه. رفیق جون، وقتی تو شروع میکنی قصه گفتن، جو ناباوری چنان دیواری درست میکنه که باید با اره برقی بمولیش. ولی برای من اینجوری نیست. هیچی مثل معروف بودن به صداقت و با صراحت و بیقلقش صحبت کردن نمیشه. همین که بهش گفتم چشماش برق زد. گفت اون میتونه چیزی رو که من میخوام بهش بده؟ گفتم آره داداش اگه بشه، فقط امیدوارم چیزی توی این مایه ها که کاری کنه اون بوی گند بگیره یا موقع حرف زدن وزق از دهنش بیرون بیاد توی ذهنت نباشه. برافروخته گفت معلومه که نه، فکر میکنی من چیم؟ اون 2 سال شادی به من داد، حالا کم و بیش میخوام درست و حسابی تلافی کنم. تو میگی اون روح نیروهاش محدوده؟ دوباره شست و اشاره هم رو گرفتم بالا. اون موجود کوچولویه ها، میتونه یه حنجره عالی به اون بده برای یه مدت، حداقل برای یک اجرا. ازش بپرسم به نظر میرسید مورتنسون پیشنهاد آقا منشانه ای داره. خانومه توی کلیسای محل کانتاساس میخونه. اگه این اصطلاح درست باشه، اون روزا من همیشه یه گوشم دنبال موسیقی بود و خیلی وقتا به اینجور جاها میرفتم. البته حواسم بود که چجوری جلوی صندوق اعانه جا خالی بدم. من تقریبا از آوازش لذت می بردم و باقی شنونده ها هم به نظر می رسید مؤدبانه صداش رو جذب می کنن. اون وقتها فکر می کردم خلق و خوی او ربطی به محیط اطرافش ندارد. ولی مورتنسون می گفت که اونها برای سوپرانها امتیاز قائل می شوند. همین شد که با عزازل مشورت کردم. خیلی دلش می خواست که کمک کنه. از این مزخرفات که میدونی دیگه، در ازاش روی منو به خدا از این چیزها هم هیچ خبری نبود. یادم میاد یک بار از عزازل پرسیدم که روح من رو میخواد بگیره یا نه. اون حتی نمیدونست که چی هست. از من پرسید که چیه و بعدش معلوم شد من هم نمیدونم که چیه. مسئله اینه که اون توی دنیای خودش چنان موجود کوچیکیه که براش موفقیت بزرگی محسوب میشه که بتونه اثری از خودش توی دنیای ما بذاره. دوست داره کمک کنه. گفت که میتونه 3 ساعت رو جور کنه و وقتی که به مورتنسون گفتم اون گفت عالیه. شبی رو انتخاب کرد که اون قرار بود باخ یا هندل یا یکی دیگه از قطعات قدیمی پیانو رو بخونه و قرار بود که یک تکخانی طولانی و گیرا بکنه. مورتنسون اون شب رفت کلیسا و البته من هم رفتم. من خودم در مورد چیزی که داشت اتفاق می افتاد مسئول می دونستم و فکر کردم بهتر جریان رو ببینم. مورتنسون با دلتنگی گفت من سر تمرینهاش حاضر بودم، دقیقا همونجوری می خوند که همیشه می خوند. می دونی که انگار دم داره و یکی نفر پا گذاشته روی دمش. مورتنسون معمولا اینجوری درباره صدای اون حرف نمی زد. چند باری گفته بود که این آوای آسمان هاست که متعالی می شه. البته به هر حال اون مورتنسون رو جواب کرده بود و این چیزیه که قضاوت مردها رو منحرف میکنه. خورده گیرانه نگاهش کردم و حرفش را اصلاح کردم. گفتم آدم اینجوری درباره خانومی که میخواد یک هدیه عالی بهش بده که حرف نمیزنه. گفت دقیقا همینه، میخوام صداش کامل و بی عیب و نقص باشه، واقعا کامل. حالا که غبارهای عشق از جلوی چشمام پاک شده، میبینم که اون هنوز تا کامل شدن خیلی فاصله داره. فکر میکنی اون روحت بتونه راست و ریستش کنه؟ گفتم تا 8:15 بعد ظهر وقتش نمیشه. زخم بدگمانی هم سرباز کرد. گفت تو که یه وقت نمیخواستی عالی شدن صداش توی تمرین ها اتفاق بیفته و بعدش توی اجرا همه شنونده ها ناامید بشن. گفت کاملا اشتباه میکنی. برنامه رو یکم زود شروع کردن و وقتی که اون با لباس سفیدش اومد روی صحنه، ساعت به وقت ساعت قدیمی من که هیچ وقت بیشتر از 2 ثانیه عقب نمونده 8:14 بود. اون از این جوجه سوپرانوهای شماها نبود. حسابی هیکلی و درشت اندام بود. سینه‌اش کلی فضا داشت برای ایجاد تنینی که تو بالاترین نوت‌ها تمام ارکستر رو توی خودش غرق کنه. هر وقت اون چند گالون هوایی را که برای اجرای این برنامه لازم داشت میکشید تو، میتونستم ببینم مورتنسون توی اون چی دیده بود. بگذریم از اون چند لایه پارچه.
توی سطح معمول خودش برنامه رو شروع کرد و بعدش دقیقاً سر 8 و 15 دقیقه انگار که یک صدای دیگه اضافه شده بود. دیدم که یک دفعه انگار چیزی رو که میشنید باور نمیکرد. از جا پرید و یک دستش رو روی دیافراگمش گذاشته بود انگار که میلرزید. صداش اوج گرفت، انگار به ارگی در اوج صدا تبدیل شده بود. تک تک نوت‌هاش عالی بود. نوتی تازه همون لحظه ایجاد می‌شد که کنارش همه نوت‌ها با اون حجم و کیفیت کپی‌های ناقص بودن. هر نوت دقیقاً با ویبراتوهای مناسبی که اصطلاحش همین باشه اجرا می‌شد. فراز و فرودهایی که قدرت و کنترل عظیمی پشت اونها بود و اون نوت به نوت بهتر هم می‌شد. نوازنده ارگ اصلاً حواسش به موسیقی نبود، به اون نگاه میکرد و فکر میکنم، البته نمیتونم قسم بخورم، فکر میکنم بی خیال ارگ زدن شده بود. اگر هم داشت میزد در هر صورت من صدایی ازش نشنیدم. محال بود وقتی اون داره میخونه چیزی بشنوی، هیچ چیز به جز صدای اون. البته شگفت زدگی از چهرهش محو شده بود و به جاش رنگی از تمجید نشسته بود. دفتر نوتی رو که دستش گرفته بود گذاشت کنار. احتیاجی به اون نداشت. حنجرش خود به خود میخوند و اصلا لازم نبود که اون رو کنترل یا هدایت بکنه. رهبر ارکستر خشکش زده بود و انگار همه افراد دست لال شده بودن. بالاخره تکخوانی تمام شد و صدای کر در اومد. انگار زیر لب نجوا میکردن، چون که همشون از صداشون خجالت میکشیدن و میخواستن همون شب توی همون کلیسا حنجره هاشون رو بگذارن و برون. تا آخر برنامه دیگه اون بود و خودش. وقتی که میخوند صداش تنها چیزی بود که شنیده میشد، حتی اگه چیز دیگه هم داشت صدا میکرد. وقتی هم که نمیخوند انگار ما هممون نشسته بودیم توی تاریکی و نمیتونستیم نبودن روشنایی رو تحمل کنیم. وقتی که تمام شد، خب البته کسی توی کلیسا دست نمیزنه، ولی اون شب این کار رو کردن. همه توی کلیسا بلند شدن. انگار پاهای همه به یک نخ خیمه شب بازی وصل شده بود و دست زدن و دست زدن. و معلوم بود که تا صبح دست میزنن، مگر اینکه اون دوباره بخونه. اون دوباره خوند. صدای اون به تنهایی با نجوای مردد ارگی در پس زمینه. نور رو انداخته بودن روی اون و هیچ کسی دیگه ای از کور معلوم نبود. راحت. نمیدونی چقدر براش راحت بود. حواسم رو از صدا منحرف کردم تا ببینم چطور نفس میکشه. تا مچش رو سر نفس گرفتم بگیرم. تا ببینم وقتی فقط یک جفت شش برای تأمین هوا داره چقدر میتونی یک نوت رو با تمام حجم صدا کش بده. ولی باید تمام میشد و تمام شد. حتی تشویقه ها هم تمام شد. تازه اون وقت بود که فهمیدم بغل دست من مورتنسون نشسته و چشمهاش برق میزنه و تمام وجودش جذب آواز او شده بود. تازه اون وقت بود که شروع کردم فکر کنم ببینم چه اتفاقی افتاده. من بعد از همه این حرفها مثل یک خط اقلیدوسی صاف صافم. هیچ جور پیچ و خم و کج و کولگی هم توی من نیست. نمیشد از من انتظار داشت که بفهمم اون دنبال چی بوده. عوضش تو که اینقدر چم و خم داری که میتونی راحت بدون اینکه یه ذره بچرخی از یک پله مارپیچ بالا بری، تو با یک نگاه میفهمی اون پی چی گشته. اون ایدئال آواز خونده بود، ولی هیچ وقت دیگه نمیتونست عالی بخونه. انگار تمام عمرش رو کور مادرزاد بود. برای فقط 3 ساعت تونسته بود ببینه، هر چی رو که میشه دید ببینه، همه رنگ ها و شکل ها و عجایبی رو که دور و بر ماست و ما بهشون توجه نمی کنیم، چون اینقدر بهشون عادت کردیم. فکر کن بتونی همه اینها رو با همه جلال و ابهتش ببینی فقط برای 3 ساعت و بعدش دوباره کور بشی. اگه هیچی ندونی میتونی کوریت رو تحمل کنی، ولی اینکه برای مدت کوتاهی بفهمی که چیز دیگه ای هم هست و بعدش دوباره برگردی به عالم کوری، هیچ کس نمیتونه این رو تحمل کنه. البته اون دیگه هیچ وقت آواز نخوند، ولی بدبختی اصلی نصیب ما بود. ما شنونده ها. ما 3 ساعت به عالی ترین موسیقی موجود گوش کرده بودیم. عالی ترین. فکر میکنی ما میتونستیم شنیدن چیزی به جز اون رو تحمل کنیم؟ من از اون موقع دیگه نمیتونم صداها رو تشخیص بدم. این اواخر رفتم به یکی از فستیوال‌های راک که اینقدر پرطرف دارن، فقط برای اینکه خودم رو امتحان کنم. حرفم رو باور نمیکنی، ولی حتی از یک صدا هم نتونستم سر در بیارم. برای من همش سر و صدای درهم بود و برهم.
تنها تسلای خاطر من این بود که مورتنسون که با اشتیاق خیلی زیاد و با بیشترین تمرکز گوش میکرد وضعش از همه ما بدتر بود. اون دائم توی گوشهاش گوشی میذاشت و نمیتونه هیچ صدای بلندتر از زمزمه زیر لب رو تحمل کنه. حقشه. پایان. خب دوستان، این بود داستان شباباز از آقای ایزاک آزیموف. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. داستان کوتاهی بود، جالب بود. لطف کنید ما رو حتما سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم حتما بزنید لطفاً تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و ببینید. امیدواریم که دوستشون داشته باشین. ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید و حتما لطفاً برای ما انتقاد یا اگر پیشنهادی دارید توی کامنت‌ها حتما بنویسید و خیلی خیلی سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. Thank you.